برنده جایزه نوبل ادبیات جهان به روی صحنه ایستاد در پاریس فرانسه. رو به حضار گفت: امشب من این جایزه ارزشمند رو تقدیم میکنم به همسر عزیزم که با نبودنش باعث شد من بتونم این کتاب رو بنویسم. یه مدت مسافرت بوده، این کتاب رو نوشته، برنده ادبیات. شب شیشه با اون زده آینه رو. آقایون خوب به من دقت کنن، من دو تا توصیه برادرانه براتون دارم. با توجه به اینکه روز زن هم نزدیکه، حواستون رو جمع کنید آقایون، دوستانه دارن بهتون میگم. خانم ها فقط در دو صورت گریه میکنن. این توصیه از من، بعد جمله از شکسپیر براتون میگم. خانم ها تنها در دو صورت گریه میکنن، یکی زمانی که فریب خوردن، یکی زمانی که میخوان فریب بدن. این رو خوب حواستون رو جمع کنید. اما شکسپیر چی میگه؟ شکسپیر میگه که هر موقع که خانم شما گریه میکنه، بدونید که میخواد خرتون کنه. اما زمانی که خانم شما میخنده، مطمئن باشید خرتون کرده. یه کار از کار گذشته. پرسید شبی ز حال من دلدارم، گفتم که ز رنگ و بوی تو بیزارم. گفتا نکند دوتا شده شلوارت، گفتم پنپه فقط تو رو دوست دارم. یه جوری باشه که اینها بتونن حرف دلشون رو بزنن. آقایونی که مرموزان اینجا داشتن دست میزدن، من دیدم. جالب بود اون موقع، من گفتم خانم ها اینجوری هن، چون دوبار بعد حرف بزنن آقایون متوجه بشن. خانم ها خیلی خوشحال شدن و شروع کردن دست دادن. لابلای جمعیت نگاه میکردم، عده از آقایونم. و این دلیل بر اینه که امشب اینجا درصد زنزلیلی از حد مجاز بیشتره. من تبریک میگم بهتون. شماره رمز کارت آبربانکشون شماره شناسنامه شونه. من خیر مقدم میگم به مهمانان بسیار ارزشمندمون. خانم ها آقایان، باعث فخر ایران زمین جناب آقای اصغر فرهادی اینجا است. دوست خوبمون جناب آقای شهبازی که در دست پدر نادر بازی کرده، خیلی خوش آمدید. آقای فرهادی خیلی خوش آمدید. در قرن اخیر بی سابقه بوده در صنعت سینما کسی از ایران بتونه این جایزه ارزشمند رو از میان رقبای سرسخت جهانی که در فیلم واقعا قوی هستن، جناب آقای اصغر فرهادی بتونه این جایزه ارزشمند رو برنده بشه. آقای شهبازی به شما تبریک میگم. من سه بار این فیلم رو سینما رفتم و دیدم و این سه بار در لحظه هایی که شما با بازی بسیار بی‌نظیرتون همه رو تحت تاثیر قرار میدادید، من چشمانم پر اشک شد. به افتخار آقای شهبازی عزیز خواهم. حالا که خداوند به شما طول عمر با عزت بده، سلامتی همه باباهایی که شماره رمز کارت آبربانکشون شماره شناسنامه شونه. برای اینکه دیگه نمیکشه چیزی حفظ کنه، رسیده ته خط. شماره شناسنامهش 11 است، میگه 2 تا 11، خیال خودش راحت میکنه. سلامتی همه مردای بامرام، مخصوصا اون آقایی که
شب نرفت خونشون، صبح که رفت خانومش بهش شک کرد. گفت دیشب کجا بودی؟ گفت خونه یکی از دوستان بودم. گفت دروغ نگو، 10 نفر رفیق داری؟ 10 نفرشون من میشناسم، الان به همشون زنگ میزنم. به 10 نفرشون زنگ زد، 8 نفرشون گفتن دیشب اینجا بوده. بله. و 2 نفرشون گفتن هنوز اینجاست خوابیده. اینا آدمو نمیفروشن، اینا مرام دارن. سلامتی مردای با مرام دست. بازم اشکای چشمو گفتم سینما. یکی از رفقای رفته بود سینما، یک فیلم بسیار ترسناک و وحشتناکی گذاشته بودن. انقدر این فیلم دهشتناک بود که مردم همه بلند شدن گریختن، فرار کردن از سالن. دیدن رفیق شهریاری ردیف جلو صف نشسته، رفتن بهش گفتن چرا تو فرار نکردی؟ گفت به من دست نزنید، من خراب کردم.